برنامه قرآن برای همه رو در خدمتتون هستم. جلسه چهارم کماکان مبحث چکیده قرآن رو ادامه میدیم و این قسمت موضوعش هست بلاغت در قرآن. در ابتدا یه خلاصه بگیم از جلسات گذشته که گفتیم قرآن دو صفحه ابتدای قرآن چکیده قرآن هست و در این دو صفحه ابتدای قرآن به نکاتی درباره اینکه این کتاب چیست و چه کسانی مخاطبش هستن و هدفش چیست که هدایت مستقیمه و در آیه 3 و 4 سوره بقره خداوند مستقیم رو معرفی کرده. شروع کردیم برای اینکه ببینیم این مستقیم چه کسانی هستن و ما هم انشاءالله جز اونها باشیم. صفاتشون رو یکی یکی بررسی کردن. ابتدای اومنون بالغیب رو بررسی کردیم و دیدیم که با اینکه اغلب انسان‌ها به نوعی یک چیز فرامادی و غیبی رو بهش اعتقاد دارن، اما چون با غیب به غیب ایمان نیاوردن در حقیقت از قرآن هدایت نشدن و برای این مثالای زدیم، گفتیم که همشون تقریبا به یک غیرالله متمسک شدن و اونقدر اون غیرالله رو بالا بردن تا دیگه غیرالله نبود بلکه غیر غیرالله بود و این باعث گمراهیشون شد. از این نمونه به مسیح اللهی ها اشاره کردیم، گوساله پرستا، بت پرستا، علی اللهی ها، مماس اللهی ها و افرادی که علی رو بشر نمیدونن و او رو مماس با ذات ایزد میدونن، ایزد خودشون، که در قنداقه قبل اینکه محمد صلی الله علیه و سلم بدونه که پیامبر خدا، ایشون علی پیامبری رو به محمد ابلاغ کرد و علی اولین آیات رو بر پیامبر نازل کرد. اما خب دومین چالشی که مطرح هست در این آیات، الذین یقیمون الصلاة، کسانی هستند که نماز رو بر پا می‌دارند، این متقین، و این رو خداوند به عنوان یک چالش معرفی کرده. و ببینیم چرا این چالشه و چرا سخته برپا داشته نماز. انشاءالله در این جلسه به چند مورد از توضیحاتی که خداوند در قرآن در باره صلات داده می‌پردازیم تا ببینیم که چرا این برپا داشتن نماز اینقدر کار سختیه. و در جلسه گذشته هم اثبات کردیم که اصل این صلات عبادتی است مخصوص الله، همون نماز است که به وضوح در قرآن آمده و چگونگی آن را نیز از سنت پیامبر درمی‌یابیم. اما اینکه چرا نماز سخته رو در آینده انشاءالله خواهیم دید. خب در یکی از جایی که خیلی زیبا خداوند صلات رو معرفی کرده در قرآن، در سوره طه، آنجا که خداوند موسی علیه السلام رو به پیامبری برمیگزینه و به اون میگوید انی انا ربک که فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا فانا اخترتک که فاستمع لما یوحا اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. خب اینجا خدا میاد حضرت موسی علیه السلام رو به پیامبری برمیگزینه و بهش میگه که من الله هستم و تو رو اختیار کردم برای پیامبری، تو رو انتخابت کردم، پس گوش کن به آنچه که وحی میشود. و اولین چیزی که بعد از این که خطاب گوش کن به پیامبرش موسی علیه السلام میده اینه، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. میگه قطعا من خودم الله هستم، هیچ الهی جز من نیست، پس مرا بپرست و نماز را برای ذکر من فقط برپا دار. این آیات رو خداوند با همین لفظ پیامبر ما نیز نازل کرده، همجور که میبینیم در قرآن هست و این فستن علمایوها به ما هم هست. ما هم باید گوش کنیم ببینیم چه چیزی بوده که وحی شده و این وحی که اینقدر مهمه، خداوند دستور میده به پیامبرش موسی علیه السلام و بعد از اون وحی میکنه همین رو دوباره به پیامبرش محمد علیه السلام و صلوات و سلام میگه که اننی انا الله، خداوند، جایی که قرمز کردم خداوند خودش رو به عنوان من خطاب قرار داده، گفته که ان، یعنی قطعا یا به درستی که حتما من، اننی یعنی من، دوباره انا تکرار کرده، خودم من الله هستم، لا اله الا انا، دوباره تکرار کرده، هیچ الهی نیست جز من، پس مرا بپرست، عبادت مرا فقط بکن و اقیم الصلاه لذکری. اینقدر این اهمیت صلات زیاده و این نماز که خداوند اولین چیزی که اولین عبادتی که تنها عبادتی که تو این آیه‌ای که اینقدر توحیدیه و فقط یک خدای متکبره، یک خدایی که فقط اون، هیچ چیزی جز خودش، هیچ ضمیری برای خودش اینجا نپذیرفته جز انا،
گفته که فقط من اینجا نیومده از کبریایی خودش بگه ما را بپرست، گفته مرا بپرست، فقط من، با ضمیر مفرد گفته. و خیلی جالب، در این عبارت خداوند گفته که نماز را برای ذکر من برپا دار. اما وقتی که دقت میکنیم میبینیم نماز درسته که یک عبادت مخصوص الله یکتاست، اما من از اینی میام که نماز داره، چندین نماز داره به نام نماز امام علی علیه السلام، نماز فاطمه زهرا علیه السلام، نماز استغاثه فاطمه زهرا علیه السلام، نماز زیارت تمام ائمه و برای تمام 12 و 14 معصوم حتی بیشتر نماز دارن. و جالب اینه که در کتاب مفاتیح الجنان در باب زیارت حضرت علی در نجف اومده 2 رکعت نماز بکن برای امیرالمؤمنین، یعنی میگه 2 رکعت نماز بکن نه به ذکر خدا الله، برای امیرالمؤمنین، و بعدش هم هر چی حاجت میخوای بخوام. میگه 2 رکعت هم البته برای آدم باید بخونیم، 2 رکعت هم برای نوح علیه السلام. ولی اینجا اینه که خداوند هیچ کسی رو شریک قرار نداده در نماز و اقم الصلاه لذکری. پس این خودش یه بحث خیلی بزرگیه که نمازها و عباداتی که مختص الله و به غیر الله اختصاص داده میشه، و ما اینها رو در من انشاءالله سعی میکنم در بحثهای آینده مطرح کنم، توی چکیده قرآن نه، چون خودش بحث جداگانه ای میطلبه. اما جای دیگه ای که میبینیم نماز رو دقت کنیم، میبینیم که نماز در حقیقت در هر رکعت، ابتدای هر رکعت محوریتش سوره فاتحه، سوره حمد، و این سوره هم کلید قرآن هم هست، فاتحه تل کتابه. این کلید قرآن کلید عبادت نماز هم هست و نکات بسیار زیبایی توی این سوره نهفته. و اگر ما فقط به همین آیات چکیده قرآن سوره هم دقت کنیم، بسیاری از مشکلاتمون برطرف میشه، در مشکلاتی که مربوط به پرستش غیر الله بود یا شریک قرار دادن و مماس قرار دادن غیر الله با الله. اما فعلا به اینجا کار نداریم، میخوایم چیزای جدیدی از این سوره در بیاریم. میدونیم که در هر نماز باید این سوره رو بخونیم، اما یه دقت بیشتری که میکنیم میبینیم که خداوند تمام این سوره رو انگار از زبان بنده هاش بیان کرده. این تنها سوره ایه که به طور کامل و بدون اینکه بگه مثلا قل هو الله احد نیومده بگی قل این سوره هم، بلکه خداوند گویی که برای ما این رو نازل کرده تا ما یاد بگیریم که بهترین وجه عبادتمون که همون نماز بگه، تنها عبادتی بود که خدا بعد از اینکه به موسی دستور داد او رو به طرفه به تنهایی گفت این نماز را برپا دار. میبینیم که خداوند اینجا در این تنها عبارت برای ما در اومده گفته ما این رو داریم از خدا میخواییم. و نکته ای در این نهفته است، این عبادتی دست جمعی، اینجوری نیست نگفته که تو بگو، توی بنده من بگو ایاکه اعبد، یعنی تو را میپرستم فقط، گفته ایاکه نعبد، یعنی ما تو را میپرستیم فقط و ما فقط از تو یاری میجوییم، پس ما را هدایت کن به صراط مستقیم. همش جمع، ضمیر جمعه، و همه میدونیم که بی‌ادبیه و تکبره اگه من برم در مقابل خالق بزرگ و جبارم وایسم و بیام بگم خدایا ما رو هدایت کن. اگر من تکی باشم بیام بگم خدایا ما رو هدایت کن، یعنی خدا رو به باید همیشه به مفرد خطاب کرد، ولی بیام خودم رو به چیزی بیشتر از مفرد خطاب کنم. پس با این من دور از ذهن نیست اگر در نظر بگیرم که اصل نماز بنابراین گذاشته شده که عبادتی است دست جمعی و یک عده افراد با هم شروع میکنن عبادت کردن رب العالمین و بعد همه میگن که ما رو هدایت کن. این منطقیه، ما میتونیم بریم پیش خدا همگی بگیم ما رو هدایت کن ای خدای بزرگ. و جالبتر اینه که به همین زمانه که دقت میکنیم توی نماز، اگر ببینیم یکی از احکام نماز هم به دست میاد، درسته که خداوند اجازه صادر شده از طریق سنت پیغمبر که نماز رو در شرایط خاص هم غیر به صورت بتونیم فرادا هم بخونیم، ولی میبینیم که اصل نماز دست جمعی صادر شده. و سوره و حمد هم بسیاری معتقدند از علما که کافیه که امام جماعت بخونه و برای مأموم خواندن سوره حمد و سوره حمد کفایت میکنه اگر این رو امام بخونه. چرا؟ چون در حقیقت امام نماینده‌ایه که جلوی صف وایساده در پیشگاه خدا، همگی پشتش هم میگه خدایا ما را هدایت کن، و این ما شامل در تمام کسایی که پشت سر امام هستند هم میشه. و
ولی وقتی که میریم عبادت های دیگه ای که در اعمال دیگه ای در عبادت هستن، در رکوع که مختص به خدا، در سجود و در بیان تشهد، اینها فقط با ضمایر مفرد اومده، یعنی سبحان ربی، پروردگار من منزه هست که بزرگ است، که والا مرتبه است، من شهادت میدهم. اینا رو همه باید بگن. چرا؟ چون اینجا دیگه ضمیر مفرده، اینجا دیگه اون که امام میگه برای مأمون کفایت نمیکنه. خب پس میشه حتی یه سری از همین احکام رو هم از خود نفس قرآن برداشت کرد که بله این احکام، ذکر رکوع، ذکر سجود و تشهد رو باید همه بدن. چرا؟ چون این گفته من، اگه امام بگه اشهد، خود شهادت داده، مأمون میگه شهادت نداده. ولی سوره حمد نه، برای همه هست. و زیبایی همین ابتدای قرآن هم تنها سوره ای که من می‌بینم فقط خدا برای از زبون ما به عبادت خودش یادمون داده که چطوری بپردازیم. خب میریم سراغ سوره نساء آیه 43 که آیه ایست که شاید خیلی ها بگن به ما الان معهود نمیشه چون ما اهل خلاصه استفاده از مسکرات نیستیم، ولی دقت میکنیم به آیه چون میخواییم از قرآن درست بگیریم تا اونجایی که میتونیم. خداوند میفهمند یا ایها الذین آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، همه تون لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حالتی که مسکر استفاده کردید یا مست هستید به نماز نزدیک نشوید. چرا؟ اون چیزی که در همه مؤمنان هست اینجا، حتی تعلمو ما تقولون، تا آنکه بدانید چه میگویید. پس این برای خطاب قرآن برای همه کسانی که ایمان آوردن و نه فقط اونای کسایی که ایمان آوردن و مذهب کمی کردن. و اومده گفته چرا؟ بدونید در نمازتون چی میگید؟ به دلیل اینکه چرا نباید در حالت مستی به نماز نزدیک شد، اینه که نمیدونید چی میگید. و نماز عبادتی بسیار سازنده و حیاتی، اولین چیزیست که از انسان بازخواست میشه و انسان باید بدونه چی میگه. چرا؟ در اسلاید بعدی انشاءالله خواهم گفت. اما فقط به همون مفکر پسنده نمی کنی. اگه من از خواب بیدار شدم حواسم نیست چی میگم، یا میگم تو نمازم به فکر همه چیز هستن جز خدا، اصلا حواسم میگم الله اکبر، بعد آخرش نمازمون تمام شد نفهمم چی گفت، سلام علیکم و رحمت الله، بعد متوجه نشدم که نماز چه خوندم، نه خیر. خداوند گفته اینگونه به نماز نزدیک هم نشید. چرا؟ چون باید حتی تعلم و ما تقولون، در نماز باید بدونید که چی میگید، باید رو تکیه کلمات هم بشنه فکر کنم. خیلی کار سختیه. نماز گفتیم از بزرگترین چالش ها، دومین چالش سختیه که خداوند برای متقی شدن بیان کرده و برای هدایت شدن از قرآن. و یکی از سخت‌ترین کارها اینه که ما توی نماز فقط به الله فکر کنیم و به آنچه که داریم میگوییم طبق نص صریح قرآن. چرا؟ چون که خداوند در سوره عنکبوت آیه 45 میفرماید، به پیغمبر میفرماید اتلو ما اوحیه الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. میگه ای پیغمبر، آنچه از کتاب بر تو نازل شده بخوان و صلاة برپا دار و نماز برپا دار. چرا؟ قطعا به درستی که نماز از فحشاء و منکر باز میدارد یا نهی میکند. حالا بعدی صلاح چجوری میتونه نهی کنه؟ نماز حرف نمیزنه خودش با ما، که چه کسی داره حرف میزنه؟ طبقای قبلی که گفتیم دوید حتی تعلم و ما تقولون، یعنی آنچه که خودتون میگید در نماز شما رو نهی میکنه. پس باید بدونیم که در نماز چی میگیم. من اینجا یک مثالی میزنم در رابطه با یکی از دوستان خودم در دوره دبیرستان که ایشون، حالا من در قوم بودم و میخواد میرفت، معمولا خیلی وقتا حالا یه سری بودن که میرفتن، خیابونی بود مرکز شهر به اسم صفایه، به قول خودشون شماره رد و بدل میکردن اونجا مرکز شهر. خب منم یک کاری داشتم، گفتم منم دارم میخوام برم اونجا و قرار شد با هم بریم و بهش گفتن که خب بذار پس نمازم بخونید چون دیگه دیر میشه، من میرم نماز خواست بیا برم بریم نماز بخونید. بعد به من برگشت گفتش که آخه آدم که نمیره نماز بخونه بعدش پاشه بره، اصطلاحی که خودش به کار برد و میگم حالا ببخشید، گفت به دختربازی، دنبال دخترهای مردم را بیفته. بله بهشم گفتم همینطوره، تو بیا، چرا میتونی بیا نمازتو بخون بعدش برو دنبال هر کاری که دوست داری.
و به اصرار من اون روز اومد و نماز خوند و بهش گفتم همین کار رو تکرار کن، تو بهت قول میدم اگر بگی من همین کار نماز رو میخونم و هر کاری از این کاری به قول خودت که میدونی اشکال داره و برای همین نمیخوای با نماز این کار رو انجام بدی، بگو من نماز رو میخونم این کارم میکنم، بهت قول میدم یکیشون رو کنار بگذاری، یعنی یا این کاری رو که خودت میدونی اشکال داره کنار بگذاری و یا متاسفانه ممکنه نماز رو کنار بگذاری، ولی حتما سعی کن که نمازم بخونی. متاسفانه دوست من طبق اون حرفی که زده بودم عملی شد و ایشون نماز رو کنار گذاشت، ولی قطعا اگه نماز رو ادامه میداد و سعی میکرد بدونه که چی میگه این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی که نگاه میکنیم به آیه دیگه ای که در نماز گفته شده، اینه که نماز فریضه ای موقوف در وقتهای معین گفته شده. من یه نکته اینجا میخوام بگم که به ما خیلی میگفتن علمای شیعه، البته شاید همه عوام شیعه اینو ندونن چون که من خیلی با روحانیون و اینا رفت و آمد داشتم بالاخره و بحث میکردیم و چیز یاد میگرفتیم، اینها رو میدونم و یقین بدونید حرفی که دارم میزنم صحیحه. خواهش میکنم ازشون بپرسید از مطمئن شه که تقیه هم نمیکنن. اینم اینه، میگن که شیعه تنها گروه مسلمانهایی هستن که مؤمن واقعین و بقیه فقط مسلمونن و مؤمن فقط شیعه است. و جالبتر این که به ما میگفتند که خود سنیان قبول ندارن که مؤمنن، میگن ما مسلمیم شیعه ها مؤمنن. و باور کنید روحانی میاد من میگه خب منم باور میکردم که آره سنیان هم شیعه ها رو مؤمن میدونن ولی خودشون رو مؤمن نمیدونن، مسلم میدونن. آیه ای که ریان بودن برای ما فرقش این بود که خداوند اومده گفته ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. بله، یعنی اینکه اسلمنا و آمنا فرق داره با هم دیگه، برای همین توضیحشون هم این بود در نهایت. من الان اینو دارم از سایت ویکی پرسش میخونم که سایت خورده های قوم نجف و مشهد هست با این توضیح دقیقا تو همینجا اومده از ارکان ایمان، یکی از ارکان ایمان قبول ولایت اهل بیت است و آنچه از آیات قرآن و کلمات پیامبر و اهل بیت ایشان فهمیده میشود پیروی از اهل بیت از مسائلی است که نقش اساسی در تحقق مفهوم ایمان دارد و اگر کسی اساس مکتب اهل بیت در اساس مکتب اهل بیت زندگی خود را تنظیم نکند ارکان ایمان او کامل نیست. بنابراین اینها سنی ها رو مؤمن نمیدونستن و فقط مسلم میدونستن. اما من میخوام طبق قرآن و این حرفشون از خودشون زده بودن که نمیدونم الان من هیچ سنی رو نیدن که بیاد دیگه نه شیعه ها مؤمنن ما مؤمن نیستیم، ولی من باور میکردیم چرا چون روحانی رو داشت میگفت و گفتم بپرسید ازشون نگید که آیا شما اهل سنت و مسلمون میدونی یا نه، بله به تو میگم بله شما مسلمونید ولیکن لما یدخل ایمان فی قلوبکم. بله چرا چون ایمان یعنی ارکانش ایمان به اهل بیت. بگید آیا اهل سنت مؤمن میدونید یا نه، و اگه گفت مطمئنش تقیه نمی کنه چون این واقعیت تو جمعایی که ما بودیم همیشه ما میگفتن اهل سنت خودشون مؤمن نمیدونن. اما میاد ببینیم تو قرآن چی گفته. قرآن میگه که نماز رو مؤمنین در وقت‌هایی که بهشون فرض شده به پا می‌دارن. خیلی جالبه اهل سنت 5 تا اذان دارن 5 تا نماز دارن، خدا هم 5 تا نماز واجب کرده. اما شیعه که خودشون مؤمن می‌دونن مخاطب این آیه نیستن. شیعه خودشون مخاطب این آیه نمی‌دونه. پس شیعه هم خودشون رو مسلم بدونن و به اهل سنت پیامبر که مثل پیامبر در طول دوره بعثتش ایشون نمازها رو در 5 وقت می‌خوندن. الا اون جاهایی که یکی دو بار که اومدن خب اجازه دادن که در شرایط خاص یا در سفر نمازها رو دو با دو جمع ببندیم، ایشون مؤمن بودن، یقینا از مؤمنان بودن و برترین مؤمنین به الله. پس مؤمن ها نمازهاشون رو سر وقت میخونن و البته همیشه ایان اینطوری میسن. از خانواده من کسانی هستن یا آشناها کسایی که نمازهاشون رو حتی شیعه هستن و 5 وقت میخونن و خیلی جالبه. بعد یه کسی بود که نمازاشو 17 رکعت آخر شب میخوند، ایشون دیگه کاملا واقعا هر 17 رکعت آخر شب میخوند و دوباره تا فردا 17 رکعت دیگه. اگر قرار و ایراد این بود چرا نماز ظهر عصر رو میتونیم با هم ببندیم ولی کل 5 تا نماز رو نمیتونیم ببندیم با هم دیگه؟ خب اینم یه برداشت میشه کرد دیگه، ایشون هم یه مقدار پیشروی کردن تو این ادعا. پس کسانی که خودشون رو مؤمن میدونن نمازها رو بر خودشون فریضه ای در هر وقت میدونن. خلاصه چی شد؟ این چند آیه که از نماز
در قرآن مطرح کردیم. نماز عبادتی مطلقاً برای الله که از سمت او بر مؤمنان در زمانهای معینی واجب شده و مسلمین باید آن را به صورت جماعت برپا دارند و بدانند که چه میگویند در نماز و به معنای آن فکر کنند تا این نماز آنها را از پلیدی و زشتی باز داره. این یعنی چی؟ یعنی هنگامی که میگیم ملکه یوم الدین، بیان تصور کنیم هم روز قیامت و حولشو از کجا؟ از همین قرآن خدا به نمون گفته، قرآن کتاب هدایته و به مالکش و خدا و به الله یکتا فکر کنیم. در این بگیم مالک روز جزا آقا مبل فضله، نه خیر، الرحمن الرحیم اون مالک یوم الدینه. و وقتی که به حول روز قیامت فکر کنیم، به این عظمت، به ترسش که همه از هم داریم فرار میکنیم و اینو 17 مرتبه در روز تکرار کنیم، اون موقع دیگه هیچ دروغی نمیگیم، معصیتی نمیکنیم، جرأت نمیکنیم. به قول همون دوستم که حاضر نمیشد نماز بخونه، چرا؟ چون میخواد معصیت بکنه. وقتی که میگیم نماز در زمانهای معینه، مثل یک مدرسه است نماز برای ما. در هر مدرسه برنامه کلاسه هر روز رو به دانش آموزا میگن و میگن از این ساعت تا این ساعت این کلاسه. اگر دانش آموز یک ساعت جلوتر بره توی کلاس بشینه و یه ساعت اونجا بمونه و بعد بره، مسلما بهره ای از کلاس نبره، یا یک ساعت بعد از کلاس بره اونجا بشینه، حتی تا شب بمونه اونجا، بازم بهره ای نمیبره. تنها کسانی که بهره میبرن از اون کلاس کسانی هم که در اون موقعی که گفته شده به اون کلاس میپردازن. همونطوری که یک پزشک اگر قرص رو به شما بده، این قرص رو صبح بخورین و ظهر بخورین، هم عصر بخور، نمیاد ظهر و عصر رو با هم بخوری یا شب و صبح با هم بخوری. نماز هم مهمترین وسیله است که برای ما روزی 5 مرتبه جلوی خدای بزرگ وای میسیم و از اون میخوایم که ما رو هدایت کنه و از اون میخوایم که ما رو از مغضوب علیهم قرار نده، ما رو از گمراهان قرار نده. و باز میریم گناه میکنیم، نخیر، کار سخت خواهد بود. پس انشاءالله جزء مؤمنا خودمون رو بدونیم، کسایی که در نماز در فجر نماز فجر میکنن، در ظهر نماز ظهر میکنن، در عصر نماز عصر، در مغرب نماز مغرب و در عشاء نماز عشاء. چرا؟ چون اصلا خدا اسم همین نمازا رو گذاشته روی وقتش، رو گذاشته رو خودش که کسی اشتباه نکنه، یه وقت چیز دیگه‌ای به ذهنش نرسه. نماز صبح و بعد صبح خون، نماز ظهر و ظهر، عصر و عصر، نمیشه نماز عصر و ظهر خون، من دم غروب آفتاب نماز عشاء رو خون. انشاءالله خودمون رو جزء مؤمنا بدونیم و تصمیم بگیریم که نمازها رو همونجوری که خدا بر ما فرض کرده بخونه. اما میرسیم به یه آیه دیگه که در قرآن هست و توش صلات اومده و خیلی هم جنجال برانگیزه و این آیه میگه هر بار که درخواستید در نماز این عمل یه سری اعمال بعد انجام بدید. پس خیلی آیه مهمی. چرا؟ چون هر 5 بار در روزی که داریم میبینیم برای هر بار خود اذا قمت من الصلاه، هر گاه برخواستید برای نماز، پس باید این آیه رو خیلی بهش دقت کنیم، چون هر روز باید باهاش مواجه بشیم. اونم آیه وضو و مسح و یه سری احکام دیگه درباره نماز. خداوند در اینجا میفرماید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. میگه که فغسلوا یعنی بشویید وجوهکم، وجهایتان، صورتهایتان، و ایدیکم و دستهایتان، علل مرافق. خب اینا دیده همه میدونیم که یه دفتی میکنیم روی این آیات. چرا؟ چون میخواییم از این آیه درس بگیریم. میبینید که اینجایی که داره چشمک میزنه وجوهکم و ایدیکم. خواهش میکنم روی این کلام دقت کنید، چون اینو در سطح کسایی دارن میگن که فقط سواد دارن و میتونن از او میدونن چه کسره فتحه رو میدونن چیه، در همین حد کافیه برای اینکه از این از این آیه درس بگیرید. و من قول میدم به شما که نبرمتون توی احادیث و بکرخونمتون توی بیابونای احادیث این برون بر بخوام گمتون کنم تا آخرش نفهمید شد. فقط کتاب خدا رو میگم با استناد به کتاب خدا، از چیزای دیگه هم خواهم گفت. میگه ایدی یکم وجود حکم. اینجا با فتحه اومده. در عربی وقتی که یکی از چیزایی که منصوب میاد در مفعوله، مفعول فعل فغسلو یعنی بشویید صورتهایتان، را در فارسی را میاد بجاش. پس اینجا وقتی که میگیم هر دو جون به شک میدونیم که برمیگردن به این قرصی.
بشویید صورتهایتان را و دستهایتان را. الی المرافق و امسحو و مسح کنید. این هم فعل امری دومه که اینجا بودشتن با رنگ قهوه‌ای نشون دادم. پس اغسلو فعل امری اوله یعنی بشویید و امسحو فعل امری دومه که بعد از این اومده به رؤوسکم و ارجلکم. خب نگاه میکنیم ببینیم که دوباره همین برداشت رو میخواییم بکنیم. میبینیم نوشته خداوند در اینجا به رؤوسکم یعنی کسره اومده. کسره در جایی میاد که جار و مجرور بیاد، در حقیقت مضاف الیه باشه. فارسیش میشه مسح کنید بر سرهایتان. خب پس و بعدی چی میگه؟ اگر یه دقت بکنیم میبینیم که این قطعا برای مسح هست، یعنی سر رو همه مسح میکشن چه شیعه چه سنی. ولی موقعی که نگاه میکنیم به ارجل لکم میبینیم که این ارجل لکم مثل به رؤوسکم با کسره نیومده بلکه با فتحه اومده. خیلی خوب، پس میتونید در نظر بگیریم مثل وجوهکم و ایدیکم هست این ارجل لکم هم. خواهش میکنم تا انتهای صحبتهای منو گوش کنید. این تنها دلیلی نیست که برای این خواهم آورد از قرآن، ولی دقت کنید دیگه ارجل لکم پس فقصلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحو به رؤوسکم و ارجل لکم. پس این یه دلیل هست که ما میتونیم متوجه شیم که آیا در قرآن خداوند گفته مسح بکشید پاتون رو یا بشوید. اما شما خب گفتیم این قراره برای کسایی بگیم که آمنی میخوام قرآن رو بخونم. اما یه چیزی رو باید دقت کنیم، قرار نیست که ما کتاب رمان بخونیم یا روزنامه بخونیم. این کتاب هدایته، باید بخونیمش به نیت هدایت حتی اگر عامه هستیم. چرا؟ چون این هدایتی است برای مردم. بدل نه. خیلی خوب، پس این خوب باید برای مردم قابل هدایت بشه. من پس میگید ما خدایا من دارم میبینم اینجا نوشته فقط وجوه اکو و ایدی اکو. خب باشه من دست صورت دست هم میشورم، ولی خودت اومدی گفتی من سامو برونت کنم و ارجل کنم. خواهیتا من فقط بکنم که این صورت باید هم سرم و مست بکشم هم پامو. اما خدا به شما توی همین آیه لازم نیست جای دور بری، در همین آیه اومده به شما گفته که نخی و امسحو، پایینش اومده فمسحو به وجوهکم و ایدیکم که دقیقا همین امسحو اینجا و امسحو اینجا فمسحو همون مست کن که لازم نیست خیلی دور برید. دو خط بیا پایین تر اینجا نوشته خدا دوباره برای شما آورده که نه خیر شما همچه فکر رو نخواهی کرد. چرا؟ چون اولا اگر نگاه کنی اینجا هر دوشون با کسره اومدن فمسحو به وجوهکم و ایدیکم. خب و میدونیم که هر دو اینها برای فعل مدح هستن و در حقیقت این حکمیه که برای تیمم خدا گذاشته. میگه فتیممو فلم تجدو ماهن، یعنی اگه آب نبود تیمم کنید بر خاک پاک، پس مدح کنید به صورتهایتان و دستهایتان. در بازی فرق نداشت، بالا گفتیم فقط وجوه و ایدیکم گفتیم بشویید صورتهایتان را و دستهایتان را، و در پایین میگیم مدح کنید به صورتهایتان و پاهایتان. اما اگر دقت بکنیم میبینیم که بین هر دوشون دوتا واو هست. خداوند فرموده به وجوهکم و ایدیکم در پایین و وجوهکم و ایدیکم در بالا. پس دوتا واو در این بین هست که هیچ شکی درش نیستش که جفتشون این واو اصلی هست که دوتا فعلی که به یک دوتا اسم که به یک فعل اصل میشند رو بیان کرده. یعنی فقطلو هم وجوهکم رو باید شد هم ایدیکم رو باید شد. هر پایین هم به وجوهکم و ایدیکم هر دو رو باید مسخ کشید. اما نقطه‌ای که باید بهش نگاه کنیم اینجا، این همون وجوهکمیه که اون بالا هست و این هم همین ایدیکمیه که اون بالا هست. این پایین اومده وجوهکم، یکم اومده ایدیکم. خواهش میکنم دقت کنید به این دایره هایی که داره چشمک میزنه. دقیقا همون کلمه وجوهکم، اونجا وجوهکم در بالا، در پایین ایدیکم، در بالا ایدیکم. حالا من بیان نمی کنم که دیگه زمه بر کسر بر یا تقیل و اینا دارم برای مردم هستم. ایدیکم وجوهکم. پس خدا به شما گفته اگر من نیتم این باشه که بگم مسح بکشی به دوتا چیز، هر دوشو با
با کسره میارن، هر دوشو مجرور میارن. در حقیقت اون توجیهی که میکنن نیست. اگر فرض کنیم که این وابی که در اینجا چه وضوح هم هست، همون وابیه که پایین برای مت هست، یعنی در بالا هم بوده و هم سهو به رؤوس کن و ارجله کن. این اگر قرار بود هر دوش مت باشه، مثل پایین باید میشد به رؤوس بیکن و ارجله کن. دقت کنید چرا؟ چون در همین آیه، در همین آیه خداوند در پایین موقعی که قطعا هیچ فعل دیگه نیست، فقط یه فعل امره، اونم چیه؟ فمسحوه. اومده گفته که در هیچ کسی شکی نداره که این مال تیمم آبی در کار نیست، هر عطف به محل نکرده. ممکنه یه لغاتی بگه شما ندونید چه، ولی میان میگه خدا و بالا عطف به محل کرده و بعد ما رو هم عطف کرده. نه خیر، خدا یا عطف به محل میکنه یا عطف به محل نمیکنه. در قرآن نمیشه که در خدا در قرآن مسح رو در چهار جا آورده، در سه جا از این چهار جا، اتفاقا در هر کدوم از این، در همه این چهار جا خداوند بعدش یه مسح به سوق و الاعناق هست، مثلا دو تا کلمه هست بعد از این. در هیچ کجایی خداوند نیومده و مسح به محل قبلی بکنه و بیاد مثلا بگه که به رؤوس کن و ارجل کن، الا توی همین آیه وضوئی که این آقایون میگن. چون چرا؟ توی یه فعل امر دیگه هم اونجا هست به نام اغسلو. خیلی خوب، پس در هیچ کجای قرآن خداوند بزرگ مسح را وقتی که میخواسته عطف کنه عطف به محل نه انجام نداده براش. پس قطعا برای اینجا هم انجام نداده. اگر کسی بخواد این ادعا رو بکنه، باید یاد بگه خدا واقعا میخواسته، نه خودشونن، خدا این پایین اومده گفته سم سهو به وجوه کن و عیدی کن. اگر اینجا گفت و عیدی یکم، اون موقع حرف آقایون درست بود، اون موقع لب سهو به رو سکن و ارجل لکم هم میشد تجربه. این نمیشه خدا تو یه آیه یه لحظه اون نظرش هست اینجا من اینجوری حرف زنم، مثلا با این لحظه حرف میزنم، اینجا با لحظه شیرازی حرف میزنم، اصفهانی حرف میزنم و در پایین با یه لحظه دیگه اینجا عطف محل میکنم اونجا نمیکنم. نه خیر، این کتاب کتاب هدایت. پس نتیجه میگیریم که این واو از کجا هست؟ از این واو هست، از واو ارسلو هست. یعنی چی بوده؟ فغسلو وجو حکم و عیدی یکم و ارجل لکم. ولی چون که خدا میخواد ترتیبشم به ما یاد بده، میگه که باید مت هم قبل از پاتون، قبل از شستن پاتون مت سرتون هم بکشید. و میدونه که این قرآن به عربی نازل شده، خدا خودش به ما میگه، ما میدونیم و عربا میدونن که فرق داره. نگاه کنید تو فارسی من ایدیکم رو میگم دستهایتان، ایدیکم هم میگم دستهایتان، ولی برای عرب فرق داره. اینا ایدیکم و ایدیکم با هم فرق داره. خب پس خداوند هم گفته که این قرآن رو به زبان عربی ساده. این هم یک دلیل دیگر بر اینکه چرا این ارجلکم باید مال فعل فغسلو باشه. اما به همینجا بسنده نمی کنیم. بیایید ببینیم که ایدیکومی که در بالا اومده و در پایین اومده دیگه چه فرقی داره. خداوند در بالا بعدش اومده گفته الا، یعنی گفته تا، یعنی محلش و محدودش رو گفته. و در پایین که مت میدونیم قطعا بوده نگفته. نگفته کجای دستتون رو مت بکشید یا تا کجا مت بکشید. بلکه گفته فقط صورتتون رو و در هیچ کجای دیگه ای هم که در قرآن اومده مت کشیدن با خدا براش حد تعیین نکرده، نگفته تا کجا مت بکشید. ولی میان میبینیم که در اینجا برای دست پا خداوند برای دست در بالا اومده گفته ایکم الی المرافق، یعنی گفته تا مرافق. در پایین نگفته که کجا مت بکشید یا تا کجا مت بکشید دستتون رو. میخوام دقت کنید، این همین کلمه ایکم ها و ایکم در پایین هم. در بالا که برای شستنه الا اومده، در پایین که برای مسح کشیدنه الا نیومده. حالا بریم ببینیم که این ارجلکان که یعنی پاهایتان رو چی؟ چقدر جالب اینجا هم بعدش الا اومده. این هم یه قرینه باز هم دیگه در این که این هم مثل ایدیکومه. در حقیقت ارجلکم هست این ایدیکوم هم با فتحه اومده و هم بعدش معین کرده خدا تا کجا الان کعبین. اما نگاه که بکنیم ببینیم که یک در این آیات قرآن پس با این تعدادی از
دلایل رو گفتیم، ولی میریم جلوتر تا باز هم دلیل بیاریم، بریم به خود علل مرافق و علل کعبین تا ببینیم آیا این میتونه به مدخ پا دلالت بکنه یا خیر. خب میریم یه ذره سفر خلوت میکنیم و علل مرافق علل کعبین هست برای شستن دست ها و پاها. حالا چه مدخ کشیدن چه شستن، خداوند اینجا گفته و میخواهیم از روش ببینیم که یعنی چی. اولا میریم علل مرافق رو بحث میکنیم. مرفق یعنی آرنج، اینجا نشون دادم به این قسمت میگن مرفق، جمعش میشه مرافق. خداوند گفته دست هایتان تا مرافق، یعنی دست هایتان رو بشویید تا آرنج ها. الا یعنی تا، در زبان عربی الا یعنی تا. خب بریم ببینیم که یک شیعه چطوری بودی میگیره. از بالای آرنج، از بالای آرنج دست میکشیم. خب این از رو من روش تاکید کرده بودم، میگه از بالای آرنج دست میکشیم. از در عربی میشه من، الا در عربی میشه تا، حالا به فارسیش میشه تا. و ایشون دقیقا اصرار کردن که از بالای آرنج آب میریزیم و میشوییم. خب بریم ببینیم که خدا چی گفته. ولی خدا میبینیم که گفته علل مرافق، یعنی به همین جهتی که من نشون دادم، نه جهتی که آقا گفت، این آقای روحانی. علل مرافق علل مرفق یعنی تا آرنج، تا آرنج هر دست، چون هر دست بیشتر از یک آرنج نداریم. پس ما تا آرنج هر دست میشوییم و چون دست ها جمع بسته شده، آرنج هاش هم جمع بسته شده. در راجع به این بازم بیشتر صحبت کنیم که چون این هم خودش یکی از دلایل دیگه است برای اینکه باید کارو شد. اما این آقای روحانی از خودش نگفته بود. من از رساله توجیه المسائل آیت الله العظما مکارم شیرازی براتون آوردم. ایشون هم همین رو میگه. میگه که بعد از شستن صورت باید دست راست رو از آرنج تا سر انگشت ها بشویید. خب پس میبینیم که این نظر قطعی همه مراجع شیعه هم هست. اینجا علل مرافق رو اصرار کردن یعنی از آرنج. و خب صحبت دلیل های خاص خودشون هم میارم، میان بیان که الا که خدا گفته تا، یعنی این که تا، مثالشون هم همیشه اینه، میگن تا سقف رنگ کن. اگر به یک نقاشی بگین تا سقف رنگ کن، از کف تا سقف رنگ کن، منظورمون نیست میشه که از بالا به پایین رنگ بزن یا از پایین به بالا قلم رو بکش، بلکه منظورمون اینه که محدودش کلن از کف تا سقف باید رنگ بشه. اینا هم میگن که خدا که گفته علل مرافق، منظورش اینه که بیاد و کل دست تا آرنج رو بشوریم و این مهم نیست از بالا یا پایین، یعنی اینجا بیان نشده. اما من نمیدونم اگر خدا قد اینا آیا بلد بوده زبان یا خیر. الان ما بلده، این آقا خودش میدونه که اگر بخواد مقلدینش از آرنج آب بریزن و بشویند، از آرنج می نویسه، نمی نویسه تا آرنج. اگر واقعا به اون چیزی که میگن و اون نقاش و رنگ از اینا ایمان دارن، اعتقاد دارن، چرا خودش نگفت تا آرنج مثل خدا؟ یعنی خدا نمیتونست بگه من المرافق، که دیگه همین حرف رو آقا بشه. ببینید الا میشه تا، نمیشه از. میبینید که ایشون آورده از، چرا آورده از؟ چون میدونه اگر بخواد مقلداش از آرنجشون دستشون رو بشورن، باید بگه از، نباید بگه تا. خدا هم اینقدر میدونسته، باور کنید خدا هم میداند که باید بگوید من، اگر بخواهد بندگانش از آرنج دستشون رو بشورن. اما بریم به بعدی برسیم و در حقیقت به پاها. از سر انگشت ها پا، این قسمتی که کعب میگن، پا این قسمتی که کعب میگن، برآمدگی روی پا، تا اینجا دست میکشید. خب دیدید که ایشون میگن که تا باید شد تا کعب، حالا هر جایی که هست. آیه قرآن چیه؟ آیه قرآن میگه که تا کعبین. اینجا هم همینجور که میبینید گفته که علل کعبین، رو میگه از سر انگشتان علل کعبین، یعنی تا این برآمدگی روی پا.
اما جناب آقای مکارم در رساله‌شون گفتن اینجا هم تا. خیلی عجیبه. اینجا ولی الا رو الا ترجمه کردن، یعنی الا رو همون تایی که بوده ترجمه کردن. ببینید اینجا فرمودن تا از سر انگشت تا برآمدگی پشت پا. البته اون آقای روحانی گفت تا برآمدگی روی پا. جناب آیت الله لطف مکارم شیرازی فرمودن تا برآمدگی پشت پا. خب این فرقی هم از پشت پا کجاست روی پا بوده. اصلا نکته اینه که آیا این کعبی که میگن کجاست؟ آیا اینجا یکی این آقا نشون داد؟ اصلا اینجا این استخوان بدن در هیچ کجا، در هیچ زبانی که من میشناسم نامی نداره. نه در عربی، نه در فارسی. شما در فارسی اگر اسم داشت نمیگفتش تا برآمدگی پشت پا یا این آقای روحانی بیاد برآمدگی روی پا. یکی دیگه بیاد دیگه استخوان روی پا. و خود آقای مکارم شک کنه بگه که درآمد احتیاط مستحب تا مفصل پا. چرا؟ چون این اسم نداره. هرچین جایی که هیچ زبانی اسمی نداره. تو زبان عامه ممکنه در پزشکی داشته باشه. خب. پس بریم ببینیم یعنی چی کعبه این. اگر نگاه کنیم کعب رو جناب آقای مکارم احتیاط مستحب دونسته که تا مفصلم بکشیندن. یعنی چی؟ چون ایشون میدونن که کعب در عربی کعبین در عربی میشه دو قوزک. دو دقت کنید کعبین مثنی، نه جمع نه مفرده. کعبین یعنی دو. دو قوزک. دو قوزک کجا؟ در سمت چپ و راست مفصل پاتونه، در جایی که ساق به مچ پا وصل میشه مفصلی هست و در هر پا دو قوزک هست در سمت چپ و راست. به این میگن کعبین. اما خون کعب اگه بخوایی بگیرید که این آقا میگفتش برامدگی روی پا عربا میگن کعب، من تنها چیزی که پیدا که از تونستم پیدا کنم آنلاین در عربی روزمره کعب یعنی پاشنه پا و کفش پاشنه بلند رو میگن کعب العالی، یعنی کفش پاشنه بلند کعب العالی. جستجو کنید شما متوجه خواهید. یعنی اگر بخوان که کعب منظورشون باشه بگن اینجا کعبه، باید از کف پا مسح بکشن، از سر انگشتا کف پا تا همونجور که گفته تا پشت پا تا پاشنه پا. ولی اگر بیان میگن اینجا کعبه این دو تا اومده چون در دو پا هست، انشالله بهش میرسیم که چرا حرفشون غلطه. در همین آیه قرآن ها خیلی حرف داره. پس به قصدون زبا من انشالله پیش بیای از این آیه همه ی آنچه که لازم است برای شستن پا در وضو و نحوه سریع وضو گرفتن خداوند توضیح داده. خدا گفته الی المرافق و گفته الی الکعبه، هر دوشو گفته الی، ولی مراجع شیعه یکیشو میگن از یکیشو میگن تا. و ببینیم که کعبه همین دو قوزکیه که در کنار پا هست و کنار همون مفصل پا که میگن تا اونجا احتیاط مستحب مسح بکشید. اما نکته جالب اینه که چرا باید اینو بگن که تا اون مفصل مسح بکشید؟ چون اصرار دارن که تا قوزک ها نباشه، چون گفتن که کافیست به اندازه یک انگشت مسح بکنید. یعنی اگه شما با یه انگشتتون شروع کنید از دستتون بذارید روی پا و بیایید بالا مسح کنید، این کافیه. یعنی خب قاعدتا شما با یه انگشت نمیتونید وقتی رسیدید به بالا به مفصلتون انگشتتون از دو طرف دو شقه بشه بره به دو تا قوزک پا که کعبه این هست در حقیقت. پس مجبورن بگن که چی؟ تا همین مفصل احتیاط مستحب بکشید. ایشون فرمودن که تا مفصل بکشید. چرا؟ چون میدونن که اگه با یه انگشت کسی بخواد مسح کنه نمیتونه برسه به دو تا قوزک با یه انگشت، و گفتن که یه انگشت کافیه برای من. اما برای شستن چی؟ شستن اصلا جور دیگه ای نمیشه. شما نمیتونی پاتو بشونی تا مفصل رو با دو تا قوزک همزمان شسته نشه و خیلی سخت خواهد بود اگه بخوای مواظب باشی که فقط یکی شسته بشه. خدا چی گفته؟ گفته کعبن یعنی دو تا کعب، دو کعب یعنی دو قوزک پا. اما یه نکته جالب دیگه ای که هست که در حقیقت توی این رساله و همه رساله اومده، در یه جا اومدن میگن که تا سر انگشت های دست، یه جایی میان میگن که از سر انگشت ها. و من خیلی برام جالبه که خدا هیچ جا نگفته از تا، گفته الی المرافق شده از تا سر انگشت ها، گفته الی الکعبین شده از سر انگشت ها تا. خب یکی به من بیاد بگه این یه کلمه یه خطه، یعنی خدا توی یه خط قرآن دو تا اله آورده، یکیش یعنی از سر انگشت ها، یکیش یعنی تا سر انگشت ها. چطوری من راجع این برداشت رو کنم؟ یکی از اله ها خودش یعنی از، یکیش یعنی تا.
و وقتی که به این نگاه میکنی باز هم به این نتیجه میرسیم که با چند تا دلیل دیگه اضافه شد به اینکه چرا ارجلکم دقیقا این ایدیکمه، یعنی مال شستنه، چون باید بشوری تا دو قوزک پاس. و دقیقا خداوند هر دوتا رو یه جور گفته، گفته الال کعبین الال مرافه. اما میریم یک بار دیگه این سخنرانی رو، این نقص کردن رو ببینیم تا متوجه شو که دیگه انگوشت ها پا، این قسمتی که کعب میگن پا، این قسمتی که کعب میگن برآمدگی روی پا، تا اینجا دست میگیم. خیلی خوب، پس دیدیم که بعضی ها میگن برامدگی روی پا، بعضی ها میگن برامدگی پشت پا. برای چی؟ برای اینکه نمیخوام بگن که عبین دو تا برامدگی باید باشه، هرچی هم باشه، و تنها چیزی که دو تا توی پا همین قوزکه که عبین مصنف در هر، یعنی دو کعب، و قطعا یعنی قوزک پا. در همه عرب، هر عرب زبانی به پرسید میدونه که عبین یعنی دو قوزک پا، برای کعب ممکنه معنی دیگه ای بیاد، اومده حتی در معانی قرآن نمیده، ولی کعبین رو استخوان‌هایی اومده که در مثل پا هستن و قوزت پا هستن، تا اونجا قاعدتاً شسته باید بشه، در دو تا اومده. خیلی خوب، پس دقت کردیم که در یک جمله قرآن اومدن و دو تا معنای کاملا مختلف رو از یک کلمه گرفتن، یه جا از، یک جا تا، و یک جا از سر انگشت ها، یه جا تا سر انگشت ها، همه اینا همین اله و خیلی جالبی. خب بریم و خود آیه رو هم معنی کنیم تا ببین معنی صحیح تحت لفظی سعی کردم بکنم. ای کسانی که ایمان آوردید، چون به نماز برخیزید پس بشویید صورتهایتان را، مفعول در فارسی بعدش را میاد، و دستهایتان را تا آرنج ها، و مسح کنید دسترهایتان و پاهایتان را، دقت کنید، بر سرهایتان و پاهایتان را، تا دو کعبه، تا دو کعبه. اگر جنوب بودید پس خود را پاک کنید، و اگر بیمار بودید یا در سفر، یا آمد فردی از شما از قضای حاجت، از شوی بیرون از من سعی کردم تحت لفظی معنی کنم، یا زنان را لمس کردید پس آبی نیافتید، پس تیمم کنید با خاک پاک، پس مسح کنید بر صورتهایتان و دستهایتان از آن. نمیخواهد الله که قرار دهد در شما از هیچ گونه سختی، ولیکن میخواهد تا پاکیزتان کند و تا تمام کند نعمتش را بر شما، باشد که شکر گذارید. خیلی خوب، بریم بحث کنیم همین کلماتی که در اینجا ترجمه کردم، و سعی کردم کلمه به کلمه درست ترجمه کنم، شاید خیلی سلیس نباشه ولی صحیح هست. میگه پس بشویید، قسمت هایی که رنگی یا پوستش فرق داره، به همه قرمز میخوام تمرکز کنیم روشون. پس بشویید صورت هایتان، یک دقت کنید، صورت هایتان جمعه را، هر انسانی یک دونه صورت بیشتر نداره، خداوند گفته صورت هایتان، پس این برای افرادیه، و دست هایتان را، نگفته و دو دستتان را، و نگفته دستتان را، گفته دست هایتان را، یعنی بیش از دو دست رو اینجا گفته، این صورت هایتان، پس دست ها هم بیش از دو دسته، هر چی که هست، پس بشوید صورت هایتان را و دست هایتان را تا آرنج ها، اینجا آرنج هم میبینید جمع است، نگفته تا دو آرنج، چرا؟ چون در هر دست فقط یک آرنج داریم، و خداوند دست ها رو جمع بسته، آرنج ها هم قاعدتا جمع بسته میشه، گفته دست هایتان را تا آرنج ها، یعنی تا آرنج هایشان، پس دست هایتان را، هر دست را تا آرنجش، یه دست هایتان را تا آرنج ها بشویید، و مسح کنید در سرهایتان، اینم جمعه، و پاهایتان، اینم جمعه، یعنی نگفته دو پا، نگفته دو پاتان، درسته هر آدمی دو تا پا داره، آدم سالم، ولی گفته در پاهایتان، یعنی در بیشتر از دو پا، تا دو کعب. اصلا همه چی تا اینجا جمعه، هر چیزی که انسان یه دونه داره ازش، مثل سر و صورت، هر چیزی که انسان ازش دو تا داره، مثل دست و پا، بدون در نظر گرفتن این که چند تا هم، خداوند نگفته یکی، نگفته دو تا، بلکه جمع است، گفته بیش از دو تا، دست هایتان، پاهایتان، سرهایتان، آرنج هم همینجور، چون در هر دست یک آرنج، آرنج هم جمع بسته شده، گفته آرنج ها مرافه. اما رسیده به اینجا گفته دو کعب،
چرا نگفته جنبه نرسته خدا گفته که مثلا چرا خدا نگفته که تا درآمدگی های پشت پایتان به روی پایتان؟ برای چی؟ برای اینکه در هر پا دو تا هست، هر پا کعبه این اصلا یعنی گوزه. اگر نگاه کنید از دیکشنری های تمام دیکشنری های عربی به انگلیسی کعب رو نوشته پاشنه، من اون چیزی که اینجا میتونستم بهش دسترسی داشته باشم دیکشنری عربی به انگلیسی و عربی به آلمانی بود. هر چند معجم ها هم نگاه کردم اونجا کعب رو به استخوانی که در مفصل پا هست نوشته بود، ولی معانی روزمره کعب رو نوشته بودن پاشنه پا و کعبین رو همه ترجمه کرده بودن انکل به انگلیسی یا قوزک. خیلی جالبه. پس در عربی که الان هست حداقل کعبین معنیش با کعب فرق میکنه. کعب یعنی پاشنه، کعبین یعنی دو کعب، یعنی قوزک. و میبینید اینجا خداوند جمع نبسته. این هم یه دلیل دیگه برای این که اگر این درآمدگی روی پا هم یه دونه بود مثل آرنج ها، خدا باید جمعش میبرد، میگفت دو کعب. فکر کنید روی همین یه قضیه هم فکر کنید صافیه و شما نمیتونید همزمان نقص کنید به دوتا قوزک پاتون. اگر این رو بگیرید که خب باشه قبول کنید که قوزک پایه، بازم نمیتونید نقص کنید، فقط میتونید بشید دوتا قوزک پاتون رو تا دو قوزک پاتون، نمیتونید نقص کنید به دو طرفی رو بره یه انگشتتون. در ادامه خدا میگه پس نقص کنید در صورتهایتان و دستهایتان در پایین. اینجا هم خود جمع بسته هر دوتا رو، ولی جالبه میگه دیگه را نمیاره. چرا؟ چون که اینجا مفتوح نیست و مفهوم هست. مست کنید بر صورتهایتان و دستهایتان، میگه بر هر دوتاشون مست کنید، ولی در بالا ترجمه صحیح اینه و مست کنید در سرهایتان و پاهایتان را، تو پرانتز بشویید. تنها قیلی که اینجا را میخواست چی بود؟ فقسلو بود. اما نکته دیگه اینه که خداوند گفته خدا میخواهد پاکیزتون کنه. می‌بینید که هدف اینجا هم اینه که پاکیزه بشیم و وضو برای چیه؟ بخاطر اینکه خدا می‌خواد وقتی مسلمان‌ها پیش اون عبادتی که خاص به الله هست بریم، می‌خواد که ما پاک و پاکیزه باشیم، تمیز بشیم در یک کلام. اما وقتی که نگاه کنیم و ببینیم که در فتوا اومده که کافی است اندازه یک انگشت مسح کنه، یعنی به پای کثیفتون کافی یک انگشت ترتون رو بکشید، نه پاتون تمیز که نمیشه هیچ، دستتون هم کثیف میشه اون یه انگشتتون. پس اینم یه دلیل دیگه، بلکه اگه پاتون رو بشورید، اگر بوی عرقی یا چرکی، به خصوص اگر عربایی که اون زمان بودن یا حتی خود ما اینجا که میخوان برید اینقدر زمین یا پامون خیت عرق باید بشه تو چکمه، یا اینکه اگر کفش دیگه راحتری بپوشه خاک میشینه رو پام، اگه انگشت بکشی گل میشه. خدا میگه پاتون رو بشورید. چندین و چند دلیل هم آورد. اگر خدا پس فردا بیاد و میگه من منظورم این که گفتن که تمسحو به رؤوس کن و از جلکم این بود که تو باید پاتو هم مست میکشیدی، من همین حرفایی که امروز زدم رو از قرآن دارم، اون دنیا به خدا جواب بدم. اما شمایی که چیه ای عزیزی که مثل تو چند ماه پیش من هنوز مست میکشتم پامو، چون به این آیه نرسیده بودم تفکر کنم، من تو چند ماه پیش هنوز پامو مست میکشیدم، ولی وقتی که روی این آیه همین فکر رو کردم دیدم نه، خدا بدون شک گفته باید پاتو بشور، استغفار کردم و یقین کردم که باید پاتو بشورم و شستم. و الان اگه خدا بیاد من بگه که پاتو باید مست میکشیدی، من از قرآنش براش دارم، ولی اگه من میگفتش که چرا پاتو نشستی، من چی دارم بگم؟ من بگم از مرجع تقلیدم تقلید کردم، اون که گفت کعبه یعنی چی و بالا و پایین. این همه دلیل آوردم. خواهش میکنم اگر فکر میکنید سنگین بود یه بار دیگه نگاه کنید ببینید که چند تا دلیل آوردم. انشاءالله من در وقتی که این سلسله مباحث چکیده قرآن تمام بشه خلاصه همه مبحث ها رو یه جلسه خواهم گذاشت و تو اون جلسه دندن دلایلی رو که امروز آوردم بیان میکنم. چندین دلیل آوردم که چرا وضو صحیحش اونیه که اونایی که اهل سنت پیامبر، یعنی همون جوری که پیامبر وضو میگرفت وضو میگیرن. نگاه نکنید نرفتن توی احادیث به چرخم و این ور و اون ور گم بخوام گمتون کنم، نه، قرآن همین یه آیه وضو رو داریم در آن اومدن راجع به این آیه وضو رو نگاه کردیم با هم دیگه و دیدیم این پای این دست این آرنج این پا رو جمع نبسته، کعبه اینو گفته دو کعب، آرنج ها رو ولی جمع بسته، پس فرق میکنه. پس اینجا اومده ارجلکم اونجا اومده. جواب منو میدونید چیا دادن؟
به من گفتن که همه قرآنایی که تو کل خاورمیانه و عربستانه این ارجلکم اشتباه تایپی شده، یعنی این اشتباه تایپی ارجلکم اشتباه باید ارجلکم بوده. یه مسلمان پیدا نشد تو کل ایران، همین آقایی که اومد این حرف رو به من زد گفتش تمام قرآنایی که توی ایران و عربستان و خاورمیانه و همه این قرآنه هفت از آسف اشتباه چاپیه. خدا که اشتباه هست هیچ مسلمانی هم پیدا نشده بیاد بگه آقا این قرآن رو اشتباهش رو تصحیح کنیم. ببینید حاضر میشن از اون بر بگن نماز در قرآن نیست، برای اینکه بگن امامت هم نیست. از این بر حاضر میشن بگن همه قرآنایی که توی ایران هست و توی عربستان هست و توی کشورهای دیگه اسلامی هست در خاورمیانه هست دقیقا روایت هفت از آسم همشون اشتباه چاپی دارن. اینجاست که باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. خب خلاصه این که دیدیم نماز یک واجبیه که در پنج وقت سر ما واجب شده، هر روز باید بخونیم، خداوند بهمون گفته هر کدوم از نماز رو تو چه زمانی بخونیم و پیش شرطش هم گفته باید بفهمیم که چی میگه تا اون صلات ما رو از فحشا و منکر باز داره. و این چالشیست بزرگ، اینطوری که خدا گفته اگه عمل کنیم سخته، کار سختیه. از خیلی بی نماز ها گرفته که این کار سخت انجام نمیدن تا افرادی که نماز رو اونجوری که خدا دستور داده انجام نمیدن. انشالله که هممون جز مؤمنینی باشیم که نماز رو اونجوری که خدا گفته و پیغمبرش یادمون داده بخونیم. اول الله، آخر الله، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله، فقط الله، فقط الله، دیگر هیچ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.